سوال به من گفته که مطابق شکل زیر ذره‌ای به جرم 4 گرم و بار منفی 5 میکروکولون را بین دو صفحه باردار قرار دادیم و رها میکنیم. اگر اندازه میدان الکتریکی یک نواخت بین دو صفحه 2 × 10³ نیوتن بر کولوم باشد، اندازه شتاب حرکت این ذره در SI و جهت آن به کدام سمته؟ خب دیگه حالت سکون رو بنداز بیرون، بیا حالتی که میخوایم چی به دست بیاریم؟ شتاب به دست بیاریم. من میخوام شتاب به دست بیارم، اول اینکه باید نیروهامو مشخص کنم و نیروها رو که مشخص کردم اندازه هاشونم با هم دیگه چیکار کنم؟ مشخص کنم که پیدا کنم جهت ذره، جهت شتاب ذرهمو. درسته؟ خب آقا اول اینکه یه نیروی MG بهش وارد میشه، به سمت چی؟ پای. ذرهتون منفیه، پس رو به بالا نیروی میدان وارد میشه. آقا EQ رو به دست بیاریم، MG هم به دست بیاریم. E شما 2 × 10³، Q شما 5 × 10⁻⁶ میشود. این با این بره میشه 10⁻³، جواب میشه 10⁻². نیوتون. خب MG رو به دست بیارم، 4 × 10⁻³ × 10 که میشه 4 × 10⁻². پس آقا جهت حرکت ذره شما چی شد؟ رو به پایین. پس جهت شتاب شما هم هستش رو به پایین. پس آقا 2 و 4 چی میشن؟ ناخودآگاه حذف میشن. خب آقا ما تو سال نهم هم خونده بودیم که F خالص برابر با جرم ضرب در شتاب. قبوله؟ جرم ضرب در شتاب. الان ای خالص هم میخوام به دست بیارم، یعنی MG منهای EQ دیگه، یعنی 4 × 10⁻²، منهای 10⁻²، جرم من هم 4 × 10⁻³، ضرب در آ. 4 تا گلابی منهای یه دونه گلابی میشه 3 تا گلابی. 3 × 10⁻²، مساوی است با 4 × 10⁻³ آ. قبوله؟ بچه ها از اینجا 10⁻²، با این 10⁻³ بره میشه چند؟ 10⁻¹. آی شما میشود 10⁻¹ بیاد اینجا چی میشه؟ میشه مثبت 1 دیگه. قبوله؟ میشود 30 ÷ 4، یعنی 7.5 متر بر مجذور ثانیه. جهتش هم پیدا کرده بودم رو به پایین، پس گزینه چند درسته؟ گزینه 3.